در پی وقوع دومین انفجار خونین علیه شیعیان در افغانستان که روز جمعه در مسجد فاطمه زهرا سلام الله در شهر قنده ها رخ داد جمعیت عمل اسلامی بحرین بیانی ای صادر کرد در بخشی از این بیانیه آمده طالبان و داعش در ریختن خون شیعیان شریک هستند و هر دوی آنها از یک ایدئولوژی گمراه تکفیری پیروی می کنند. در ادامه این بیانیه آمده شیعیان افغانستان همچنان هزینه دوستی و وفاداری خود به رسول الله و اهل بیت اسمال و تهارت را می پردازند. در جمعه خونین دیگری روح محبین و دوستداران اهل بیت به آسمان رفت و خونه عاشقان حسین علیه السلام در خاک افغانستان ریخته شد آن هم با یک دست و یک ابزار این بیانیه می افضاید داعش عملیات جنایتکارانه را در جمعه گذشته تحریزی و اجرا کرد و اگر کل عملیات توسط طالبان سازماندهی و اجرا نشده باشه هم به معنای آن نیست که طالبان بیگناه است. طالبان مسئول حفظ جان شهروندان افغانستانی و مسئول حمایت از مساجد و مراکز دینی است. اما خنده آور است که انتظار داشته باشیم تروریست از قربانی در برابر تروریسم محافظت کند.